سوالی کردن این بیننده که متوجه آقای رضایی کردن و امثال آقای رضایی، میگه در غزوه احد وقتی مسلمان ها شکست خوردن، حضرت علی هم مثل بقیه مسلمان ها به کوه احد پناه بردن یا نه؟ رفتن روی کوه یا نه؟ به کوه پناه بردن یا نه؟ و اگه در میدان موندن که شهید میشدن دیگه. پس نتیجه میگیریم حضرت علی هم بنده خدا بوده مثل بقیه. نظرتون چیه؟ این سوال کردن که آقای رضایی و هم فکرانشون میگه نظرتون چیه در این مورد؟ خب و همچنین هیچ پیام های اخلاقی زیبایی هم داشتن بینندگان برامون فرستاده بودن. خیلی قشنگ هست این پیام های اخلاقی وقتی که میخونیم. میگه که همه ما امکان داره یک سری داره، یه رازی داره که نمیخوان مردم از این سر آگاه بشن. همه ما یک سری داریم، امکان داره تو زندگیمون یک چیزایی هست، حالا چه اشتباهاتی باشه و یا چه چیزهایی که زندگی خصوصی خود انسان هست نمیخواد کسی ازش آگاه بشه. میگه روزی خواهد رسید که همه این اسرار برملا میشود، همه این اسرار برملا میشه، چیزی دیگه پنهان نیست. یوم تبل السرائر، اون چیزهایی که پنهان بود آشکار میشه. و حصل ما فی الصدور، آنچه که در سینه ها بود همه آشکار میشه. برای آن روز آماده بشیم، دیگه چیزی پنهانی نیست. همطور که قرآن میفرماید که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، چشمهای خائن خدا میدونه چه چشمی خیانت میکنه. یواشکی، یه چیزی که خدا حرام کرده میخواد نگاه کنه، خیانتکار، چشمان خیانتکار خدا میدونه. و اون چیزی که در سینه ها پنهان هست همه خدا میدونه. الان ما از مردم پنهان میکنیم، یستخفون من الناس. خیلی وقت هاست که ما از در برابر مردم انجام نمیدیم، شرم میکنیم، پنهانش میکنیم، در میبندیم، روی موبایلمون قفل ها میذاریم، رمز گذاشتیم کسی وارد نتونه بشه. خب یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، اما از خدا پنهان نمی کنن. وقتی ما نشستیم خالکن در رو خودمون بستیم، یا موبایلمون دستمونه، گوشمون دستمونه، خودمون تنها داریم نگاه میکنیم، خدا نمی دونه، خدا آگاه نیست. خدا آگاه هست، میبینه این اسرار، این چیزهایی که انسان پنهان میکند همه در روز قیامت آشکار خواهد شد.